کارایی که گم شده بود این تو چفوندم. این تردن یه تا یه تابلو تو انباری که تزار تو آشخال دیگه هم شده. خاک و کسافت و پارگی و سر تا سر همه رو گرفته. این ها نگاه کنید، این تابلوها رو من همه رو سالم تحویل دادم. این رو بوده، شیشه داشته، پاسپورتو داشته. نگاه کن، اون اینا 50 سال کاره. این پاسره منه، نگاه کن آقا جان، انگاشه نگاه کن، اینجا سوراخ، اینجا سوراخ، اینجا سوراخ. چوغندر اینجوری نگه نمیدارن که تابلوی نقاشی رو، اثر هنری رو. از بین انگشت شمار هنرمندان نسل اول هنر مدرن ایران، محسن وزیر مقدم احتمالاً مهمترین هنرمندیه که همچنان بین ماست. سال 1322 من 19 سالم بود که وارد آکادمی شدم. تا قبل از اونم هیچ نقاشی نمیدونستم. یعنی نمیدونستم که بلد بودم عکس چارخونه بکنم و بزرگ بکنم. نمونش هم اینجا دارم اتفاقاً. مدرسه هم یه شیوهی داشت برای خودش، شیوهی بعد از کمال الملکی باید بشه بذاریم. به ما برنامه میدادن مثلا شما یک موضوعی رو بسازید. موضوع چیه؟ فرض کن مثلا یه ده دارن یه جا رو غارت میکنن، باید پیش خودت تصور بکنی که آدم ها رو چجوری بسازی، فلان چجوری ترکیب بکنی. ولی درس نمیدادن به ما که ترکیب بندی رو چجوری بکنید یا فرم ها رو چجوری بسازید. همش دیمی و تخیلی بود. در این موقع یکی از اساتید معماری آقای مهندس فروغی، خدا بیامرزدش، رفته بود فرانسه. یه مقدار پوستر آورد و توی آتلیه زدن اینا رو. پورتره بود از وان گوگ، پورتره بود از سزان، منظره بود از سیسلی، از نمیدونم دگا، بعدن رنوار فلان. من به اینا که نگاه کردم به کلی با اون چی که تو آکادمی بچه ها دارن کار میکنن فرق میکنه. اینجا رنگ ها شاد، شفاف، فرمدار. ولی کسی هم نبود به من بگه که چرا و چه چیزی رو باید از اینجا بگیری. همینقدر دیدم که قلم زنیم، رنگامیزی من یه دفعه حالت روشن و لطیف و با هواری پیدا کرد. رنگامیزی اون پورتره‌سازی که توی دانشکده هنرهای زیبا رسم بود نیست دیگه. هیچ ارتباطی با نقاشی به اصطلاح تحمیلی مکتب استالینی و روسی و رنگ‌های تند و قهوه‌ای و خشن نداشت. هیچ رابطه‌ای با اونا نداشت. این تابلوها همه بوم چارچوب داشته. همه روی بوم بوده. این طوری چارچوب داشته. این نحوه کار نگه داشتن برادر من. شماها عنوان شاهد زندگی من نیستید. همه چارچوبایی داره برای چی کندن؟ آقای وزیری، حالا عصبی نشید اونو بیشتر خرابش کنید. خراب بود، درک بره ببینید سر قبر من بذارن اینا رو. خدا نگه. واقعا میگم، آقا شما ببینید تاریخ تابلو رو 1333 جناب عالی هنوز خیلی مدون به دنیا بیاد. یواش یواش سالهایی باید بگذره تا من بتونم یه پولی جمع کنم. میخوام برم یه جای دیگه از این مملکت بیرون، واقعا بفهمم نقاشی یعنی چی. وقتی اومدم ایتالیا وارد آکادمی شدم، خب دیدم برنامه همون، باز همون برنامه بدنلخت است و انسان و پورتره و از این حرفا. منتها با این فرق که اونجا در ایران بدنلخت
زن وجود نداشت، اینجا زن بود و من خوب خوشم میمد که این لطافت گوشت بدن زنانه رو بتونم نقاشی بکنم. یه سری نقاشی از این سری کار کردم که استادم هم خوشش اومد. بعد به عنوان یک واکنشی نسبت به هنر غرب، البته من هنر غرب و همون هنر فیگوراتی به چندوز میشناختم چون استادم یه استاد فیگوراتی بود، من شروع کردم به یاداوری کردن اون چیزایی که من از مینیاتور ایران یادمه. وقتی که به استادم نشون دادم خیلی خوشش اومد و خیال میکرد که من مرحله دیگه خیلی هنرمند شدم و کار حسابی کردم. حتی به من گفت خیال کن آتلیه خود هر کاری میخوای بکنی بکن. یه روز گفتم بهش استاد من نیومدم اینجا هر کاری بخوام بکنم، اومده بودم چیز تازه یاد بگیرم. اینجا یه تابلو دارم که مال 1957 میلادیه، یعنی تقریبا 1335-36 شمسی. این دوره همون دوره است که من تحولی توی تصویرسازی قدیمی خودم به وجود آوردم که اومد اون استاد ما آقای جنتیلینی از اینا یه نمایشگاه برای من گذاشت و اینا رو مقایسه میکرد با هنر اشکانی، هنر ساسانی و مینیاتورهای قدیم ایران. به اصطلاح او اینا یه نوآوری بود در سبک مینیاتور ایران. بعدن هم توی این اواخر ایرانی هم از این حرفا میزنن که بله وزیری نقاشی رو با مینیاتور قاطی کرد. این تابلوها رو من اینجا مجبورم نگه دارم برای اینکه جایی برای نگهداری کار ندارم. یه مقدارش باید روی اون رفه نگه دارم که یه وقتی اتاق بچه هم بود برای تخت خواب اونا اینجا رو درست کرده بودم، یکیشون بالا میخوابید یکیشون پایین. بقیهش هم پایین روی یه رفه دیگه است. این سرنوشت کارا و نقاشی من است. از اینا زیاد این بر اون بر هست. سال 1957 وزیری مقدم با توتی شالویا استاد پژوهش هنر در آکادمی روم آشنا شد و این آشنایی تحول اصلی نقاشی وزیری رو رقم زد. یواش شدم که نه، من دارم از طبیعت جدا میشم و یه طبیعتی رو که خارج از طبیعت شناخته شده است دارم به وجود میارم. المان‌ها عناصر شکل ساز از طبیعت جدا شده ولی در برخوردشون با همدیگه یک ترکیب بندی دیگری به وجود آورده که خود طبیعت نیست. یه دفعه نگاه کنید نقاشی انتزاعی داره میشه. اگه نقاشی‌های فیگوراتیو سال‌های 1954 تا 57 وزیری رو اقناع نمی‌کرد چون هنوز مدرنیسم ناب نبود، آبسرهای 59 رو هر هنرمند اروپایی ممکن بود خلق کرده باشه. اما وزیری به دنبال مدرنیسم شخصی می‌گشت که محتوای هویتی هم داشته باشه. من به ابسترکشن با یک فرم خیلی آزادتری رسیدم، برای که من که هلندی نبودم، من که اروپایی نبودم، من باعث ابسترکشن خودم و خودم پیدا میکردم. بعد از 59 که من آخرین کارهای فیگوراتی و انجام داده بودم، اوائل سال آخرهای 59 سوال 60 بود، شنای خیس سیاه بلند کردم، مالیدم به بدنم، تمام بدنم سیاه کردم. بعد همینطور که انگوش میکشیدم و خط میکشیدم دیدم که جای انگشتای من بین سفید و سیاه چیز شده، یه شکلی رو به وجود آورده. این شکل جای انگشتای منه، شکل خاصی نیست. به زمین نگاه کردم دیدم همین خطایی که من کشیدم خودش اینو نقش نگارهایی رو به وجود آورده، مثل خط نویسی فارسی میمونه. این یه دفعه منو به فکر فرو برد. اون وقت بود که بومم رو با چسب آغشته میکردم، روی اون میذاشتم و بعد بار میذاشتم. درست مثل موقعی که شما یه چیز رو چاپ میکنید، چاپ لیتوگرافی دیدی، این لیتوگرافی. البته اون موقع اولیه هیچی دیده نمیشه، برای که چسب اینقدر غلیظه و اداره میده که اصلا شما یه چیز مسخره ای رو میبینید. باید صبر کنی یک بذارم دو سه ساعت بگذره چسب فروکش بکنه، ببینی از اون شدایی که کار کرده چه
چه اثری روی بوم مونده. میخوایی کارم ببینی؟ من اینا رو پشت تخت خوابم باید نگه داری کنم یه مقدار چه اون طرفه. یکی از کارهای شینی 1963 بقیهش هم این بر اون بر همم کارهای شینی من روم بوده. بعد از که از روم رفتم دیگه من کار شینی نکردم. آخرین کارها اینا بوده که تمام فضا رو پر میکنه. قبلا فرمای خیلی آزادی بود و شکل دار، اینجا دیگه تمام فضا رو اثر انگشت پر کرد. نقاشی‌های شنی جایگاهی برای وزیری در فضای هنر مدرن اروپا ایجاد کرد که شاید هیچ نقاش ایرانی تا امروز به اون نرسیده باشه. کارهایی که بین 1960 تا 63 خلق کرد، از موزه هنر مدرن نیویورک تا گالری های خصوصی برلین، از بینال ونیز تا ICA در لندن به نمایش در اومدن. کارهایی که از چشمنداز هنر زمان اروپا مصالح جدیدی رو به رسانه نقاشی معرفی می کردن و از چشمنداز هنر مدرن ایران مسئله ی هویت ایرانی رو که دغدغه تقریبا تمام روشنفکرای ایرانی دهه 40 بود از سطح مضمون و موضوع نقاشی فراتر می بردن و در سطح فرم و مصالح پی می گرفتن. نمایشگاهی که توی شهرهای مختلف ایتالیا از من گذاشتن و همین نمایشگاهایی که با کارهای شنی در آلمان گذاشتم، در موزه ویتن گذاشتم، دعوتایی که می‌شدم برای تمام این نمایشگاه، اما اینا موفقیتایی بود که اگر من ادامه می‌دادم حالا وضعیتم خیلی خیلی بهتر از این بود. ولی در یه جایی سال 63 یکی به دلیل اینکه نوستالژی وطن به من دست داد، یکی به دلیل اینکه فکر میکردم مادرم مریض بود برم اونو ببینم، 9 سال بود ندیده بودمش، برگشتم ایران دیگه اون زندگی اروپایی از بین رفت، اون آشناها و اون نوشته‌ها و اون منتقدین و اون تعریف‌ها و فلان از بین رفت، جامعه‌ای که دور بر من گرفت هیچ چیزی از هنر نو که از هنر نو که هیچی از خود هنرم نمیدونستن، برای اینکه همه فکراشون دنبال این بود که نقاشی باید عین طبیعت باشه. نقاشی‌هایی که توی بعضی از این آتلیه‌ها و چیزهایی تو خیابون لاله‌زار می‌دیدیم که منظره‌های زن کرد و زن لور و قشقایی و بعدم کپی از آیوازوفسکی و شیشکین و چه و فلان نقاشی روسی، همه فکرها اونجوری بود. اینکه من یه دفعه در یه حالت تنهایی و غربت افتادم. وزیری با ورودش به ایران تأثیری در فضای هنری دهه 40 به جا میذاره که شمار قابل توجهی از هنرمندان نسل دوم هنر مدرن ایران ثمرات اون تأثیرن. دانشجوها در کلاس‌های وزیری هم با تئوری هنر مدرن آشنا می‌شدند، هم فضایی برای خلاقیتشون فراهم بود که همچنان در بستر هنر معاصر ایران شاخصه. اونجا احتیاج به تجربیات و تمرین‌ها و اینا داشت، رابطه خط، فرم، آزاد کردن خط از رنگ، رنگ از فرم، ایجاد فرم در فضا، فضایابی و رنگ‌شناسی و خیلی چیزهای دیگه که مسئله هنر با اون آغاز میشه، مبانی اصلی توشه. من اینا رو شروع کردم با اینا کار کردم و نتیجه هایی هم داد که نمونه هاش رو الان این ور و ور میبینه. اگرم حرکتی در نقاشی ایران رو اتفاق افتاد از همون چکش اولیه است که این حقیر در چیز بر سندان هنر ایران فرود آورد.
حدود 10 سال بعد از برگشتش به ایران، وزیری در محله مقصود به که تهران استودیوی بزرگی داره که یکی از پرثمرترین دوره‌های هنریش اونجا رقم می‌خوره. اولین کارهایی که در ایران خلق می‌کنه ادامه فرمی اثر انگشت‌ها در کارهای شنیه که این بار با آبرنگ اجرا میشن. بعد فرم‌های موازی و تکرار شونده از حالت بداهه پردازانی نقاشی‌های شنی کاملاً خارج میشن و شکل‌های هندسی بسیار دقیق و ظریفی پیدا می‌کنن که به صورت حجم‌هایی با کاغذ یا فلز ساخته شدن. همین فرم‌های هندسی دقیق با فضاهای پر و خالیشون اولین مجسمه‌های چوبی وزیری رو شکل میدن. دوره عمده بعدی کار وزیری از دل همین مجسمه‌ها در میاد. یه توز باز یه اتفاق پیش اومد. برای اینکه سوراخ کنم که اره بره توی چیز، تو اون سوراخ و من بتونم حاشیه رو ببرم در بیارم، برای اینکه میز سوراخ نشه دو تا چوب گذاشتم زیر یکی چوب روی. همینطور که اینو فشار دادم بره پایین، دیدم این رو چیز شد، لغزید، سوراخ شد ولی چرخید دور خودش. یه دفعه منو به فکر گذاشت، پس اگه من یه دونه آهن البته این سوراخ رد کنم، این فرما میتونم رو هم حرکت کنم. در اینجا مسئله این است که فرم از حالت ثابت و تحمیل شده بیرون بیاد و تماشاگر بتونه هر لحظه یک فرم تازه به وجود بیاد. در حقیقت خاصیت روانی خودش رو در شکل دادن به این آثار آزمایش بکنه. این نقش برجسته تو فضای معماری که قرار میگیره فضا رو مشروط نمیکنه به خودش، بلکه دائما قابلیت تغییر به فضا میده. ولی شما میتونید یه موقع تمام فرماتون در یه گوشه جمع بکنید، یه موقع میتونید تمامو پخش بکنید، یه موقع میتونید مقدار کمیشو پخش کنید، مقدار زیادشو آزاد بذارید. به این ترتیب دائما فضای شما در حال تغییر و تنوع خواهد. من حرکت رو دادم به دست یک تماشاچی، یعنی من فرمی رو میسازم و در اختیار تماشاچی میذارم، میگم حالا شما از این مجموعه فرم اینا رو باز بکن و فرم‌های تازه خودت رو به وجود بیار، یعنی دنیای رو تو خلق کن، یعنی یه لحظه‌ای در لحظه خلاقه شرکت بکن. و این تا اینجا وجود نداشته. با راحتی میتونم بگم بدون که قلابی بکنم یا پوز بخوام بدم، من ساختم این آقا، کار منه. مجسمه‌های متحرک و مفصلی تأملی انتقادی درباره سنت مدرنیسمن، به این معنا که انفعال اجباری مخاطب در مقابل اثر هنری مدرن رو به چالش میکشن. محتوای انتقادی مجسمه ها هم روابط قدرت در جامعه و سیاست رو هدف میگیره، هم روابط درون خود هنر مدرن بین هنرمند و مخاطب رو. این نقد اما نه از طریق مضمون اثر که با فرمش محقق میشه. بعدن که دیگه نمیتونستم، جا نداشتم کارهای چوبی بکنم و نگهداری کنم، همین کار اومدم روی بوم انجام دادم. فضاهای سفید و سیاه، پر و خالی، با رنگهای گرم و سرد و نقوش خیلی ساده، اغلب فرمهای حمله ورن. این خشونت به صورت دنده هایی که توی مجسمه هم هست و تکرار اینا نقاشی‌ها رو به وجود آورد که بعداً دیگرانی که دیدنش اسمش رو گذاشتن هراس و پرواز.
آلبرتو موراویا نویسنده ایتالیایی درباره مجسمه‌های مفصلی وزیری گفته بود که اینها شبیه بقایای نابود شده هیولاهای ما قبل تاریخن که به دست ما انسان‌های قرن 20 دوباره زنده میشن و به صورت اژدهای چند سر با اندام‌های نوکتیز همه جا رو زیر سیطره می‌گیرن. نقاشی‌های هراس و پرواز انگار تلاش برای پیدا کردن پناهی لابلای اون هیولاهاست. نقاشی‌هایی که از 4 سال قبل از انقلاب 57 شروع میشن و تا 1 دهه بعد از اون ادامه پیدا میکنن. زمانی که آقای کرباسچی شهردار تهران بود و گویا موزه‌ای درست میکرد، موزه‌هایی درست میکردن برای هنرمندا، منم گفتم آقای 750 تا کار داشتم، مجسمه و نقاشی و طراحی و همه رو، گفتم اینا رو من به شما هدیه میدم به شرطی که اینا رو در یه جایی همه رو موزه کنید و مردم ببینن. کسانی که جای اون اومدن به من نامه زدن اینجا که آقا بیاید کاراتون رو ببرید، قراردادهای گذشته که انلم یکون تلقی میشه. 3-4 سالی گذشت و این کارا همتون اونجا مون. تا موقعی که رفتم دیدم بله زیر دست و پاله کرده است و توی فرهنگسرا رو ریختن و اله بله، من به قدر صدمه دیدم، به قدر ناراحت شدم که وقتی اومدم ایتالیا دیدم چشمم کج و کله میبینه. رفتم پیش دکتر گفتم که چرا اینطوری شدم، من خطای موازی رو قیقاچ میبینم. فشار خون منو گرفت، گفتش که تو عصبانی بودی، که میدونی فشار خون چنده، برو خدا رو شکر کن که به مغزت نزده، زده به چشمت. و چشمم یکیش اینطوری شد، گفت باید مواظبت کنی تا این چشمت مثل این نشه، ولی خواه نخواه خواهد شد. تا یه روزی یادمه تو خیابون آمریکای کافکار داشتم میخونده، وسطاش که میخونده یختم کرفات داره پس و پیش میشه، ای دادی بیداد. متوجه شدم که این یکی چشمم خراب شد. دیگه داستانش رو دیگه نمیخوام براتون تعریف کنم که چه خمی کشیدم و چقدر شکلهای وحشتناکی من میدیدم. 2 سال تمام بگذاریم. 6 دهه آفرینش هنری محسن وزیری مقدم نشون دهنده تنوعیه که نسبت مستقیمی با مقاومت وزیری در برابر بازار هنر داره. خودش به دوره‌های مختلف کارش پژوهش‌های متفاوت هنری میگه و معتقد هر کدوم از این پژوهش‌ها باید از دل ضرورت دوره‌های قبلی پژوهش سر در آورده باشن، نه از خواست مجموعه‌دارهای هنری یا گالری‌دارها. با از دست دادن قدرت اصلی بیناییش، وزیری همچنان نقاشی میکنه. زمانی فقط کلاژ میساخت، اما بعد به فرمهای این چنینی با فضاهایی پر از رنگ روی آورد. آخرین نقاشیاش البته بیشتر کنار کشیدن رنگ به نفع سفیدی هن. سفیدی که تردیدهای هنرمند در انتهای دهه 9 زندگی به خوبی توی اونها دیده میشه. شاید من عوضی رفتم، شاید دیگران درست بودن که تابلو ساختن و مرتب قیمت گذاشتن و این و اونو دیدن که براشون ازشون کار بخرن و نمیدونم براشون چیز بنویسن و فلان. من از همه اینا همه رو پشت پا میزدم، عیب از خود من شاید بوده، ولی این یه نوع انتخابه. من انتخابم اینجوری بوده، من دلم میخواست که یاد بگیرم، همیشه خودم از خودم یاد بگیرم. من ننشستم 50 سال خودم رج بزنم یه جور نقاشی بکنم و همون رو یه خود از این ور کنم، یه خود از ور کنم، ببرم بالا، بیارم پایین، کجش کنم، راستش کنم که مشتریمو نگه دارم. تقصیر منه؟ بد کاری کردم؟ اصلا الانم که فکر میکنم کارامو بفروشم دلم نمیاد. خود کارم که من با این عشق علاقه کردم تو دست کی میخواد بره؟ من دوست داشتم کارامو در اختیار همگان بگذارم، نه اینکه هر آقایی که ثروتمنده یه دونه کار منو بره اونجا منحصر به خودش بکنه و معلوم نیست بعد از چند سال چه بلای سر این کار بیاره. و من دوست دارم که این حاصل عشق من بتونه ارتباط برقرار بکنه با جهان. من تاجر نیستم، هنرمندم.